حادثه تروریستی در قطار سری و سیر آمستردام پاریس بار دیگر نام کلاشنیکوف رو بر سر زبان ها انداخت. ساعت 3:15 بعد از ظهر شنبه 22 اوت، هنگامی که قطار موسوم به تالیس پس از توقفی کوتاه در بروکسل به سوی پاریس به حرکت درآمد، مرد جوانی که تازه وارد قطار شده بود پیش از آن که به واگن شماره 12 در قسمت درجه 1 قطار قدم بگذارد داخل توالت شد. او ساک بزرگی به گردن آویخته بود و جامدانی هم به دنبال می کشید. رفتار غیرعادی تازه وارد توجه مارک مسافری رو که در صندلی روبرو مقابل در شیشه‌ای حائل بین واگن و توالت نشسته بود جلب کرد. ترن به حرکت درآمد ولی مسافر هنوز در توالت بود، در حالی که مسافر دیگری هم پشت در توالت انتظار می‌کشید. وقتی در توالت باز شد و مسافر مرموز در حالی که تفنگ کلاشنیکوف به دست داشت از توالت بیرون آمد، برخوردی باور نکردنی صورت گرفت. ابتدا مسافر 28 ساله که سینه به سینه مرد مسلح قرار گرفته بود به قصد دفاع از خود چند مسافر دیگر از جمله مارک 51 ساله، الک و آنتونی دو سرباز آمریکایی 22 و 23 ساله به یاری اسپنسر قوی هیکل 23 ساله جان خودشون رو به خطر انداختند و توانستند ایوب الخزانی تروریست مراکش الاصل رو خلع سلاح کنند و دست بسته به ماموران انتظامی تحویل دهند. این عکسشه در حالی که گرفتندش. اینا همون قهرمانان این عرض کنم که مبارزه هستند. باز اینا همین، اینا همین ها هستن و بعد میرسه تمامی عکس ها مربوط به این حادثه است. اینجا جاییست که این رو گرفتن و دارن میبرنش از قطار بیرون، از قطار بردنش بیرون که ببرن تحویل مامورین انتظامی بدن. این هم همون شخصی گردن کلوفتیست که کمک مؤثر کرد در دستگیری این. این هم همه این هم شرفیابی قهرمانان این داستان به حضور رئیس جمهوری فرانسه و گرفتن مدال. هرگاه این عملیات قهرمانی صورت نمی گرفت، الخزانی انبوه مسافران قطار رو به گلوله بسته و بر خاک هلاک افکنده بود. از انعکاس این رخداد و سپاس و ستایشی که از قهرمانان به عمل آمد کم و بیش آگاهید. نمونش هم همین که ملاحظه فرمودید که اینا رفتن به حضور رئیس جمهور فرانسه رسیدند و نشان گرفتن. اما خدا بیامرز میخائیل کلاشنیکوف زنده نیست تا بدانیم
عکس العمل او از چه قرار می بود. میخائیل کلاشنیکوف، مخترع سلاحی که امروزه در انواع عملیات مسلحانه از جنگ ها گرفته تا نبردهای چریکی و عملیات تروریستی، حتی راهزنی و دستبرد به بانک ها و مغازه ها به کار می رود، در 23 دسامبر 2013 درگذشت و به هنگام مرگ 94 سال داشت. کلاشنیکوف تا زنده بود هر وقت می شنید که در فلان گوشه جهان اسلحه اختراعی او برای فلان مدت و فلان هدف نظامی یا چریکی یا راهزنی و دستبرد به کار گرفته شده است، یا به خودش نفرین می فرستاد یا آه حسرت از جگر بر می کشید. نفرین می‌فرستاد از آن جهت که چنین سلاحی اختراع کرده و موجب این همه مرگ و میر شده است، اما نمی‌تواند مثل آلفرد نوبل مخترع دینامیت با وقف ثروتش و درآمد حاصل از این اختراع برای جایزه بهترین اختراعات و ابداعات و اکتشافات پزشکی و علمی و ریاضی و ادبی در سال روبه انقضا عذاب وجدان رو جبران بکند. کلاشنیکوف در ماه اوت 2002 اظهار داشته بود که ای کاش به جای تفنگ معروف ماشین چمنزنی اختراع کرده بودم. او که در این زمان 82 سال داشت، در جنگ دوم جهانی با درجه ستوانی در ارتش سرخ خدمت می‌کرد. به سال 1941 در نبرد تانک‌ها تیر خورد و در حالی که روی زمین افتاده بود و از درد به خود میپیچید، با خود اندیشید علت این که روسا از آلمانی ها شکست میخورند برتری تسلیحاتی آلمان هاست. این اندیشه مهندس کلاشنیکوف رو رها نکرد. هنگامی که در بیمارستان بستری بود، تصمیم گرفت اسلحه‌ای بسازد کارآمدتر از مسلسل‌های سنگین آلمانی که هم سریع‌تر و بیشتر بکشد و همین که حمل و نقلش آسان‌تر باشد. خیلی هم آسان‌تر. 6 سال روی این پروژه کار کرد و سرانجام در سال 1947، یعنی 2 سال بعد از خاتمه جنگ دوم جهانی، موفق به تکمیل تفنگ معروف به کلاشنیکوف شد. در دوران بعد از جنگ این اسلحه بیش از هر سلاحی در جنگ‌های میدانی و چریکی به کار رفته است. کلاشنیکوف می‌گفت در اوایل جنگ جهانی سربازان ما اسلحه درست و حسابی نداشتند و اسپس ارتش آلمان بر نمی آمدند. در سال 1949 اوایل جنگ سرد، ارتش شوروی و سپس ارتش‌های پیمان ورشو به اسلحه کلاشنیکوف مجهز شدند و آنگاه این اسلحه بازار جهانی پیدا کرد. در بازار بزرگ اسلحه تفنگ معمولی 300 یورو قیمت دارد،
در حالی که یک قبضه تفنگ از نوع کلاشنیکوف قیمتش کمتر از 2000 یورو نیست. نکته قابل توجه این که در این معامله بزرگ جهانی دیناری آید مهندس کلاشنیکوف نمی‌شد. و همین بود که هر وقت به مناسبتی نام این اسلحه بر سر زبان‌ها می‌افتاد، مخترع اون آه حسرت سر می‌داد. او که در آپارتمان محقری در شهر مسکو زندگی می‌کرد، وقتی به آمریکا سفر کرد، از دیدن زندگانی مجلل و مرفه یک آمریکایی که سلاح مشابهی اختراع کرده بود غرق حیرت شد. این آمریکایی ثروت عظیمی به دست آورده و صاحب خانه‌های بزرگ متعدد با استخر و سونا شده بود. همه رو به برکت اختراع تفنگ M16. هفته پیش درباره یک نویسنده خوب اصفهانی صحبت کردم که خوشبختانه هنوز زنده است، سرمرغنده و در مسقط و رأس خودش اصفهان زندگی میکنه و همه ما ها آرزو میکنیم که عمرش طولانی باشه. امروز میخوام درباره یک اصفهانی دیگر صحبت کنم که متاسفانه جانش رو به طرز دردناکی از دست داد و قاتل یا قاتلینش توانستند همونطور که انتظار می رفت از چنگ عدالت فرار کنند. داریوش فروهر. داریوش فروهر کسیست که میشه باهاش مخالف بود، میشه باهاش موافق بود، ولی خصلت‌های مردانه او رو واقعا نمیشه انکار کرد و نمیشه اصلا وجودش رو نادیده گرفت. به نظر من یکی از دلایل این که قربانی اختلافات بین سران جمهوری اسلامی شد و جانش رو از دست داد همین نکته است که او واقعا به ایران علاقمند بود. این حرف رو از صمیم قلب میگم و به این دلیل روی این موضوع تکیه میکنم که اولین برخورد ما با هم، یعنی من و داریوش فروهر، به طرز عجیبی ناراحت کننده بود. من داریوش فروهر را اولین بار روز 14 آذر 1331 دیدم، شناختمش. اون روز من به علت اینکه تمایلات چپ داشتم در یکی از تظاهرات دانشگاه تهران شرکت کرده بودم که بایسی از دانشگاه تا بهارستان ادامه می‌کرد و در اونجا به صورت یک میتینگ در میومد. من هم جزو همون گروه ها بودم. هنوز چند دقیقه از آغاز میتینگ نگذشته بود که آقای داریوش فروهر با دوستانش به گروه تظاهر کنندگان چپ در بهارستان حمله کردند. و در اون ماجرا خود من کتک خوردم و نه تنها کتک عادی خوردم، بلکه به علت ضربه باتومی که تو سرم خورد تعادلم رو و حواسم رو از دست دادم و به زمین افتادم و مردمی هم که داشتن
در می رفتن به قول معروف از بهارستان، همه اینها از روی من رد می شدن و اگر محبت یکی از همشهری های خودم آقای سالکی که نمی دونم الان کجا هست و امیدوارم که زنده باشد، اگر او من از زمین بلند نکرده بود قطعا زیر دست پا از بین می رفتم. در اون موقع خب طبیعی است که وقتی که ما به طرف منبع صدا و منبع حمله رفتیم، من داریوش فروهر رو در جلوی یک عده گروه که حمله کرده بودن دیدم برای اولین بار. سالها بعد که ما به صورت دو دوست در آمده بودیم و خیلی هم به هم نزدیک بودیم، که من همیشه این موضوع رو به عنوان شوخی مطرح میکردم به عنوان اولین روابط دوستانه خودمون، او همیشه تأکید میکرد که آقا من که کسی رو کتک نمیزدم، باید شهادت بزدم که این حرف ایشون درسته. یعنی ایشون واقعا به کسی حمله نمیکرد، ایشون رهبری میکرد و یک عده حمله میکردن به همه ماها. به درستی آدم نیست که چه کسی ما رو به هم معرفی کرد. احتمالا یکی از دوستان عضو جبهه ملی من و فکر میکنم آقای خسرو سعیدی بود که این کار رو کرد و ما رو به هم معرفی کرد و بعد از اون ما بسیار با هم نزدیک و دوست شدیم. آقای داریوش فروهر همونطور که گفتم میشود به انواع اقسام دلایل بهش حمله کرد، ولی بدون هیچ تردیدی نمیشه انکار کرد که یک میهن پرست واقعا پاک باخته بود، واقعا به صورت بت مملکت ایران رو میپرستید. هر وقت که صحبتی ازش میشد به هر دلیلی راجع به هر کسی صحبت میکرد، اگر موضوع به مملکت و ایران و این حرفا میرسید آدم کاملا حس میکرد که این آدم با چه اشتیاقی راجع به وطن خودش صحبت میکنه. عجیبترین حادثه برای من وقتی بود که آقای دکتر بختیار تصمیم گرفت که به هر حال سر و صورتی به اوضاع بدهد و تمام تلاش خودش رو به کار ببره تا اگر ممکن هست جلوی فاجعه رو بگیره، و من که میدونستم چقدر آقای فروهر و آقای بختیار به هم از نظر دوستی و از نظر سیاسی نزدیک هستن، خیلی تعجب کردم که داریوش فروهر علیه این ماجرا قیام کرد و چقدر ناراحت کننده بود که بعدا من فهمیدم که درست قبل از این ماجرای دکتر بختیار با دخالت آقای صدیقی، هم آقای غلام حسین صدیقی در مسائل سیاسی و نجات ایران دخالت داشته است و حتی جمله ای رو به کار برده بود که گفته بود اگر آقای صدیقی بخواد بره و حکومت بکند در ایران باید از روی جسد من رد بشه. اما در اون روزها طبیع تمام جامعه ایران رو فرا گرفته بود که آدم ها کارهایی میکردن که نمیبایست میکردن. آدم ها دچار بیماری شده بودن که شنیدن بعضی از ماهی ها در مکزیک گاهی دچار این حالت میشن و خودشون رو از دریا بیرون روی خشکی میندازن و یک نوع خودکشی دست جمعی است. ایرانی های اون دوره بدون هیچ دلیلی دچار همین بیماری شده بودن. به همین دلیل در یک حالت بیماری نمی شود که کسی رو سرزنش کرد که چرا چنین کاری می کند یا نمی کند. ولی در مورد داریوش فروهر من می خواهم این نکته رو اضافه کنم که شاهد کاری بودم که انجام داد و برای همیشه لااقل در ذهن خودم او رو بخشیدم و مطمئنم اگر
بختیار در ملکوت خداوندی شاهد اون قضیه بود، حتما او هم هم روحیه رو داشت. داریوش فروهر به من تلفن کرد و گفتش که علاقمند است که بره سر قبر دکتر بختیار و چون خوب نمیشناسه از من کمک خواست. ما با هم قرار گذاشتیم برای ساعت 6 بعد از ظهر جلوی در بزرگ گورستان مونپارناس و من ساعت 6 اونجا بودم. یه چند لحظه بعد آقای داریوش فروهر به اتفاق یک آقای دیگه که من نمیشناختمش و دیگه بعد از اونم هرگز ندیدمش و آقای داریوش فروهر هم سعی نکرد که ما رو به هم دیگه معرفی کند، آمد اونجا و بعد ما دوتایی با هم رفتیم داخل گورستان مونپارناس و جلوی گور آقای دکتر بختیار. یادم هستش گور خالی بود، فقط یک دسته گل خشک روی قبر دکتر بختیار بود. معمولا در مراسمی که براش میگیرن عکسی از او هست، عکسی از سروش کتیبه هست با مقدار زیادی گل، اما اون روز چون یک روز خاصی نبود و کسی هم برای دیدن قبر دکتر بختیار نیامده بود جز همین دو نفر، هیچ چیز جز همون دست گل خشکیده روی قبر آقای بختیار نبود. اون چی که من رو به طرز عجیبی تکون داد این بود که مردی با صلابت داریوش فروهر که به جز قیافه، هیکل، رشادت خاصی که در هیکلش وجود داشت و سیبیل های تابدارش که یک حالت بخصوصی برای او ایجاد میکرد، دو سه ثانیه فقط تونست سرپا بمونه و بعد افتاد روی قبر دکتر بختیار و به تلخی گریست. کلماتی میگفت سیرحر که من نمیشنیدم، تلاشم نمیکردم که بشنوم. ما حدوداً در حدود یک روب، شاید هم کمی بیشتر، سر قبر دکتر بختیار موندیم دوتاییمون. در زمزمه هایی که بخت فروهر میکرد نمیدونم چه میگفت، ولی بدون تردید از نارفیقی که در حق رفیق نزدیک خودش انجام داده بود پشیمون بود. این خاطره که لحظه به لحظه ثانیهاش، حتی همین الان که دارم تعریف میکنم جلوی چشمم هست و صداقت عجیبی که در عزاداری شخصی فروهر وجود داشت باعث شد که من واقعا و صمیمانه فروهر رو بخشیدم. فروهر اواخر عمر به کلی یک مرد دیگر شده بود. یک بار به خودش گفتم که تو تنها بازمانده مردان ملی پیشین هستی و این ماجرا وظیفه تو رو سنگین تر میکنه. خود او هم این حرف رو میدونست. به ایران بازگشت، چیکار کرد نمیدونم، ولی به هر حال جانش رو از دست داد. روح خودش و روح همسرش شاد باد. دستار
ز خون عاشقان تر کردند، نفرت کده از مسجد و منبر کردند، چندان به تبر زدند بر بیخ حیات تا صنعت مرگ را توانگر کردند. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. حکومت اسلامی ایران به خصوص برای خارجی هایی که پیچیدگی ها و ساختار تو در تو و کلاف سردرگم نظام سیاسی صنف روحانیون شیعه رو نمیتونن بفهمن، جذابیت هایی دارد، زیرا حاکمان روحانی با بهره گیری از انواع مصادره های مفهومی و ساختاری و از طریق بهره‌وری از ظواهر نهادهای سیاسی و اجتماعی که دستاورد دوران تجدد در ایران بودند، توانستند سوء تعبیرها و سوء تفاهمات فراوان در زمینه واقعیت و ماهیت نظام در میان بسیاری از گردانندگان امور سیاسی کشورهای خارجی و افکار عمومی مردم کشورهای دیگر ایجاد بکنند. حکومت اسلامی نهادهای برخواسته از جنبش مشروطیت و دوران تجدد ایران رو مصادره کرد، نه به اون لحاظ که وجود اونها رو خوب و مفید تشخیص میداد، نه از اون رو که به اونها اعتقادی داشت، نه، بلکه از آن رو که میخواست از آنها بند و زنجیر محکم بسازد و دست و پای ملت ایران رو به اون ببندد. صنف روحانیت حاکم تشخیص داد که دو تا کار نمیتونه بکنه: یک، دستاوردهای جامعه نسبتاً مدرن ایران رو به کل نادیده بگیره و اون چه که طی 150 سال در ایران ساخته شده بود رو یکسره ویران بکنند. دو، تشخیص دادن که نمیتونن تنها به قانون شرع و به شیوه خلفای سلف و به شیوه شیخهای نفتی خلیج فارس و عربستان یا طالبان مستقیماً به شرع محمدی متوسل بشند و شیوه مملکت داری رو چه در سیاست، چه در اقتصاد و چه در فرهنگ و چه در نظام اداری و آموزشی از اون چی که به اون اسلام ناب محمدی میگفتند و مدینه آرمانی اون رو در مکه و مدینه و یثرب در قرن هفتم میلادی اول هجری اقتباس کنند. ایران جامعه پیشرفته تر از آن بود که حاکم انقلابی او ملا عمر یا ملک عبدالله یا سلطان قابوس باشد. البته در چنین هدفی کوشیدند اما توفیقی نیافتند. انگیزه قوی مردم در شرکت در انقلاب خواست آزادی و دموکراسی بیشتر و عدالت اجتماعی بیشتر بود. آنها در ابتدا به دنبال اسارت بیشتر در زنجیر شرع و به دنبال بخشیدن هست و نیست خود به حکومتی متکی بر موهومات و تخیلات ویرانگرانه، جاه طلبانه و واپسگرایانه روحانیون نبودند. روحانیتی که برای تصرف قدرت سیاسی در سال 56-57 خیز برداشته بود، به نیکی میدانست که اگر از همان ابتدا سخن از حکومت شرع بگوید، هوا و هوس‌های پنهانی خود را آشکار بکند، مردم ایران در برابر او به سختی مقاومت خواهند کرد. چون این بود که ملایان به مهمترین و کاراترین حربه‌ای که همواره در اختیار داشتند متوسل شدند، یعنی به دروغ، به تقیه و به حیله شرعی یا به کلاه شرعی و تزویر. اونها چنان که آیت الله خمینی میگفت مکر کردند و آیه مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین رو نخستین دستورالعمل انقلابی خود برای تصرف قدرت سیاسی و تسلط بر ملت ایران دانستند. باری از آنجا که مکر و خدعه با مردم رو غیر شرعی و برخلاف اخلاق و برخلاف عرف و دیانت نمی شمارند، مطلقاً از فریفتن مردم ایران دوچار عذاب وجدان نشدند، زیرا اصولاً اهل دین و مردمان متشرع مسئله وجدان و اخلاق را به نفع ایمان حل کردند. آنها یک فرمول جادویی دارند که عبارت است از ما برای خدا می جنگیم.
ما تکلیف شرعیمان را انجام می‌دهیم و با چنین فرمول طلایی هم از وجدان انسانی می‌رهند و هم از غم انسانیت و هم از درد کشور و وطن و ملت که هرگز با آن آشنا نبودند. واقعیت آن است که در منظومه ذهنی، اعتقادی، فکری و عاطفی آنها مطلقاً منافع ملی و وطنی محلی از اعراب ندارد، زیرا آنها مسئله‌ای به نام ابنای وطن یا نسل‌هایی که قرار است در یک سرزمین متولد بشوند و آینده آنها متکی به میراث گذشتگان باشد فکر نمی‌کنند. آنها همین یک دستاویز مطلق و تقدس بخشیده‌ای را برای خودشون ساختند، تکلیف شرعی و دینی یا دستور خدا. منتها شگفتی در اینه که همواره این دستور خدا و این تکلیف دینی همسو و ضامن منافع آزمندانه صنفی و فردی اونهاست و همواره پشتوان و حامی خودکامگی ها و خودشیفتگی ها و خودمرکزبینی های اونهاست. این خودشیفتگی و خودمرکزبینی در اونها برای بهره‌وری و مصادره مفاهیم و نهادهای مدرن آمادگی کامل داشت. بدین گونه بود که از دستاوردهای اجتماعی و اداری دوران مدرن پس از مشروطه کلاه شرعی ساختند تا اونها رو به خدمت برنامه‌های واپسگرایانه خودشون در بیارند. در واقع ظاهر خوش آب و رنگ نهادهای سیاسی مدرن رو که هیچ نسبتی با افکار اسلامی واپسگرایانه اونها نداشت و نتیجه کوشش‌های بزرگان عصر روشنگری اروپا بود و پس از انقلاب کبیر فرانسه از طریق مشروطه‌خواهان و روشنفکران اصیل ایرانی به ایران هم نفوذ کرده بود، مصادره کردند تا باطن کهنه اندیش و متعصب و سرکوبگر حکومتی رو که قصد تأسیس اون رو داشتند رنگ و جلای پذیرفتنی بزنند و تحمیل اون رو بر مردم آسان‌تر کنند. آنها از جمهوریت حرف زدند، اما هدف آنها ایجاد حکومتی بود که مدل آرمانیش رو در سالهای نخستین برآمدن اسلام در صحرای عرب جستجو میکرد. اما ظاهراً خودش رو صاحب قانون اساسی متکی به حقوق آحاد مردم ایران و فرد فرد شهروندان ایران وانمود میکرد. حاکمان نورسیده برای پیاده کردن چنین طرحی خدعه در کار آوردند. چون این است که در ایران هم مثل فرانسه و بلژیک بر طبق اندیشه های ژان ژاک روسو و دیگر فلاسفه غربی تفکیک قوای سگانه وجود دارد، اما در حکومت اسلامی هر سه قوه به رأسی وصلند که خودش رو نماینده خدا و دست خدا می شمارد و حواریونش امر او رو امر خدا می شمارند و در خلوت سرای او رو به حجره عالم غیب و امام زمان متصل می دونند. بنابراین بالای حرف او حرفی نمی توان زد. مجلس هست اما دکوراسیون و نمایش زشت و بیغواری بیشتر نیست، زیرا محفلی است متکی به مکر که در اونجا عوامل سرسپرده و دست چین شده بد هیبتی به ایفای نقشی می پردازند که قبلاً مثل نسخه خانهای تعزیه میون اونها توزیع شده بوده است. صندوق رأی همانا صندوق فریب و توهم است. هدف این فریب نخست ملت ایران و سپس سیاستمداران و افکار عمومی کشورهای خارجی برای ایجاد توهم وجود نوعی دموکراسی در ایران است. هدف ایجاد توهم در میان مردم ایران و در میان مردم جهان است، زیرا رأی در نظامی که مقام ولایت امر جای خدا نشسته است معنا ندارد، زیرا در چنین نظامی حق معنا ندارد و انسان صاحب حق معنا ندارد. این سخن من نیست، بزرگان این نظام گفتند و به صد زبان تکرار میکنند. میتوانید به افاضات پی در پی حضرت آیت الله مصباح یزدی در این زمینه مراجعه کنید. رأی یعنی واقعیت عینی یافتن نظر و اراده فرد در جامعه. رأی مظهر اراده انسان صاحب حق است. جایی که حق معنا ندارد صاحب حق مجال حضور نخواهد داشت، بنابراین رأی بی‌معنا می شود.
در نظام متکی بر ولایت فقیه که فقها قیم و مردم زیر قیمومت او هستند، یعنی قانوناً در حد محجوران و صغار و دیوانگان و اطفال بی سرپرست محسوب می شوند، فردیت بی معناست و اراده فرد و حق فرد هیچ گونه فرصتی برای ظهور نمی یابد و اگر چنین مجالی رو یافت، مقام ولایت امر خود رو مکلف می دونه که بازی رو به هم بزنه و با انسان صاحب رأی همان کند که در کهریزک کردند. در چنین وضعیتی همگان یا از اعداد امتن و در حلقه امامت صاحب تکلیفند، یا بیرون از امتن که خب غیر خودی تلقی می شوند، چنانچه از کفار اهل کتابون هم از کفار اهل کتاب باشند، ممکن است که حکومت وجود فیزیکی آنها را تحمل کند، آن هم به شرطی که تسلیم قدرت حاکم باشند. در چنین صورتی شاید بر آنها منت نهد و سایه رحمانیت اسلامی و الهی را که مدعیان است بر آنها افکند و مردم غیر مسلمان را مرهون رحمت خود به حساب آورد. بنابراین همه یا مؤمنند و مکلف یا غیر مؤمنند و کافر و شایسته طرد شدن، زیرا در چنین حکومتی شیعه بودن هم کافی نیست. می باید معتقد به ولایت فقیه، یعنی معتقد به قیم داشتن و تسلیم قیمومت خود باشی و اوامر و نواهی رو مو به مو گردن نهی تا خودی محسوب بشوی. رأی در چنین نظامی فقط یک استتار و یک پوشش شرعی است، یک کلاه شرعی است. نظارت استصوابی ماشین چرخ گوشت حق رأی است، دستگاه حق کشی و رأی سوزی است. این دستگاه رو بالای سر سیستم انتخاباتی نشاندند تا برکشیدگان و برگزیدگان هیئت حاکمه رو که معمولاً افراد متوسط الحال و بی ارادهی هستند، به نام نمایندگان مردم به مجلس ببرند که جز به دستور حاکمان قدمی بر نمی دارند. نظارت استصوابی دستگاهی برای ایجاد توهم است، زیرا نماینده تو را پیش از تو بر می گذیند و به تو می گوید که برو و طبق تکلیف شرعیت عمل کن و به او رأی بده تا من مدعی شوم که در حکومتی که بر این مردم می کنم آزادی انتخابات وجود دارد، و این اهانت به هوش و حیثیت انسانی مردم این سرزمین است. چون این مجلسی به نام تکلیف شرعی حق و آزادی مردم را به نام خود مردم پایمال می کند. میاد در لجن. هر فتنه بر زمین کردی، گفتی به پاس دین کردی. با آدمی چه خواهی کرد ور با خدا چنین کردی؟ خود را ولی نهادی نام، قصدت فریب ملت بود. وین نظم بسته بر اسلام، عزت نبود ذلت بود. آزادگان ایران را خرد و صغار دانستی، خار رهت دلیران را در خرد دار دانستی. تا بندگیت بپذیرند کشتی به شط خون راندی، از بحر حفظ دستاری صد قیصریه سوزاندی. بیمی نبود ز تاریخت، شرمی نبود ز وجدانت، قدرت دمی نمی آسود، رحمی نبود بر ایرانت. خود را ولی نهادی نام، یعنی صغار و مهجورید، یعنی فقیه و جبارم، یعنی سفیه و مجبورید. خود را ولی نهادی نام، یعنی کفایتم دادند، از جانب خدا بر خلق حق ولایتم دادند. خود را ولی نهادی نام، که قوم از خرد آری، آنک توی به مهجوری، اینک منم به مختاری. خود را
ولی نهادی نام که قوم خاک دین بر سر. آنم که بر تو هم قیم، آنی که بر تو هم سرور. خود را ولی نهادی نام، کید تو بی نهایت بود، صفاکی تو نامش دین، جباریت ولایت بود. هرگز اهانتی زینسان در زیر این کبودین تاق، با مذهبی نشد همراه، بر ملتی نگشت الحاق. زینسان جهنمی موهن، با هیچ عصری از بیداد، در هیچ تل خاکستر هیچ آتشی ندارد یاد. زی آفتی که در ره بود، ویروس در بدن بودی، با آرمان آزادی میعاد در لجن بودی، با آرزوی ایرانی بی آبرو هوس راندی، وین کاروان زخمی را بیش از سه قرن پس راندی. صد سال رزم آزادی با عاملان استبداد، در حیله تو شد مدفون، با بیرق تو شد برباد. دام شبانه افکندی فردای آفتابی را، تاراج کید خود کردی آمال انقلابی را، هنگامه سیاحت را اینک نظام دین خوانی، جهل جهان شمولت را اسلام راستین خوانی. خود را ولی نهادی نام، کاخ و بنات ویران باد، نام تو ننگ ایرانی است، دور از تو نام ایران باد. شاد و سربلند باشی. در گفتار امروز میخواهم درباره واژه‌های فرهنگ و اصلاحات با شما سخن بگویم و نشان دهم که چگونه واژه‌ها با گذشت زمان معناهای تازه‌ای به خود می‌گیرند. و این چیزی است کاملاً زاستاری طبیعی که در همه زبان‌ها دیده می‌شود، بدین سان که واژه‌ها پیرامون مفهوم آغازین گسترش می‌یابند. برای نمونه در فارسی بیدار به معنای کسی است که خواب نیست، ولی این واژه به معنای سربرآورده و هوشیار هم به کار رفته است. فردوسی بدو گفت گیو ای جهاندار کی، سرفراز و بیدار و فرخنده پی. ناصر خسرو اگر بیدار و هوشیاری و گوشت سوی من داری، بیاموزم تو را یک یک زبان چرخ و دورانها. همین واژه چرخ معنای جهان و آسمان و روزگار گرفته است. فردوسی چگونه است ماه و شب و روز چیست، بر این گردش چرخ سالار کیست. ناصر خسرو چرخ حیلتگر است و حیله او نخرد، مرد هوشیار بصیر. نمونه دیگر باد تندی و شدت و حدت. ناصر خسرو نکوهش مکن چرخ نیلی اوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. فردوسی سخن چند بشنید و پاسخ نداد، دلش بود پر خشم و سر پر ز باد. در زبانهای اروپایی فرهنگهایی هستند که نه تنها ریشه واژه ها را به دست می دهند، بلکه دوره و زمان به وجود آمدن آنها و نیز سالی را که معنای تازه‌ای به خود گرفتند می آورند. این کار زایده کوشش ها و جستجوهای پیگیر فرهنگ نویسان اروپایی بوده است. در فارسی تا کنون چنین فرهنگی پدید نیامده است. امروز میخواهم بیشتر درباره مفهومهای سخن بگویم که در فارسی وجود نداشتند و واژه فارسی بر اثر تأثیر زبانهای اروپایی معنایی را که نداشته به خود گرفته است. یکی از این بگردها یا مفهومها کلتور در فرانسه یا کالچر در انگلیسی که در فارسی به آن فرهنگ میگوییم. فرهنگ فارسی در اصل یکی دو معنای کلتور را داشته است، نه همه را، ولی معنای را هم که نداشته از زبانهای اروپایی گرفته است. ببینیم کلتور در زبانهای اروپایی از کجا آمده است. کالچر در انگلیسی در نیمه سده 15 از فرانسه میانه گرفته شده است.
فرانسه خود آن را از لاتین کلتورا گرفته به معنای کشت، کشاورزی. کلتورا از صفت مفعولی کلره می آید به معنای کاشتن، کشت کردن، نگاهداری کردن. از آنجا که کشت و کشاورزی به مراقبت و مواظبت نیاز دارد، کلتورا معنای نگاهداری و مراقبت و مواظبت هم گرفته است. حتی به دیسه کلتوس یا کالت در انگلیسی به معنای پرستش، احترام است. زمان دقیقه پدید آمدن کلتورا دانسته نیست، بسیار کهن است. این واژه لاتین همریشه است با اوستایی چر به معنای حرکت کردن، به هر سوی رفتن. واژه فارسی چریدن از همین جاست و در اصل به معنای به هر سو رفتن بوده است. معناهای کنونی کالچر در زبانهای اروپایی به ویژه انگلیسی و فرانسه چنینند: یک، کشت، کاشتن، کشاورزی که معنای آغازین کلتورا بوده است. اگریکالچر هم از همین جاست. دو، عمل توسعه توانایی‌های اندیشه‌ای و اخلاقی از راه آموزش. می‌بینیم که این معنای جدید گسترش معنای آغازین است با استعاره و تمثیل. این معنای تازه در صدی 16 هم پیدا شده است. چیزی که کشت زمین و باراوردن گل و گیاه بوده، به پرورش توانایی‌های اندیشه‌ای از راه آموزش گسترش یافته است. سه، افزایش آگاهی و برکشیده شدن سلیقه و انتظارات از راه آموزش هنری و فکری. این همان معنای دوم است با تعمیم آن به سلیقه و انتظارات. چهار، باورها، رسمها و رفتار اجتماعی گروهی از مردم در دوره مورد نظر. این معنای کالچر در سال 1867 به آن داده شده است. در فارسی کالچر را فرهنگ ترجمه می‌کنیم. فرهنگ در ادبیات فارسی معنای آموزش، تربیت، دانش، ادب بوده است. فردوسی: یکی پور دارم رسیده به جای، به فرهنگ جوید همی رهنما. یا به بالا و دیدار و آهستگی، به فرهنگ و رای و به شایستگی. خاقانی: کشتی آرزو در این دریا، نفکند هیچ صاحب فرهنگ. فرهنگ همچنین در فارسی به معنای کتاب لغت است، چون با آن معنای واژه ها را می آموزند. مصدر فرهنگ فرهیختن است، به معنای آموزش دادن، تربیت کردن. فرهنگ در ایران پیشینه بسیار درازی دارد. در پهلوی فرهنگ، فرهیختن، فرهنگستان، جایی که آموزش می دهند. فرهنگ، فرهنگ واژه ها. فرهنگ پد، فرهنگ بد، استاد، آموزگار. فرهنگ خواستاری، فرهنگ خواستاری، فرهنگ دوستی. فرهنگ از اوستایی فرهنگ می آید به معنای به پیش بردن، به پیش راندن. از فره، به پیش، به سوی جلو، در فارسی کنونی گاه به دیسه فرا در آمده است و سنگ، سنج، کشیدن. درباره جدا شده های دیگر این واژه گفتنی بسیار است، ولی وقت ما اجازه نمی دهد. در زمان رضا شاه پهلوی که برای نخستین بار در تاریخ ایران به آموزش و تربیت همگانی به شیوه نوین پرداخته شد، وزارت فرهنگ را برپا کردند که کارش بیشتر آموزش و پرورش بود. در واقع فرهنگ برابر واژه اروپایی education گرفته شد. چند دهه بعد وزارت فرهنگ به وزارت آموزش و پرورش تغییر نام داد و فرهنگ را بیشتر برای کالچر به کار بردند. گفتم فرهنگ با برابری با کالچر معنایی را که نداشت از زبانهای اروپایی گرفت. این معنا همون مفهوم چهارم بود که به آن اشاره کردم، یعنی باورها، رسمها و رفتار اجتماعی گروهی از مردم در زمانی خاص. پس وقتی میگوییم فرهنگ ایرانی، فرهنگ یونانی، فرهنگ قبیله های آفریقایی، واژه فرهنگ را در معنایی به کار میبریم که در فارسی کلاسیک وجود نداشته است. فرهنگ این معنا را گرفت چون ما در فارسی به آن نیاز داشتیم، اما معنای کشت و کشاورزی را از زبانهای اروپایی نگرفت، چون در این زمینه کمبودی نداشتیم. بنابراین ما سل کالچر را کشت سلول یا کشت یاخته میگوییم و نه فرهنگ سلول. به هر حال برابری فرهنگ با کالچر بسیار کامیاب و موفقیت آمیز بوده است، ولی همه برابرگذاری ها این چنین نبودند. نمونه ای بیاوریم. در زبانهای اروپایی بگرتی هست که با واژه رفرم بیان می شود. رفرم به معنای از نو ساختن، دگرگون کردن، به شکل بهتری درآوردن است. از لاتین رفرماره، از پیشوند ر
به معنای باز دوباره و فرماره، از فرم به معنای صورت، شکل، دیز، دیسه. در زبانهای اروپایی رفرم در ضعیفترین معناش تغییر برای بهتر کردن است. از رفرم‌های مهمی که در واقع انقلاب بودند میتوان رفرم لوتر در مذهب مسیح در سده 16 را نام برد که پیامدهای بسیار مهمی داد. نمونه دیگر رفرم اقتصادی حزب کمونیست چین است که چین را از کشور دیکتاتوری کمونیستی به دیکتاتوری سرمایه‌داری تبدیل کرد. این هر دو رفرم با کشت و کشتار بسیار همراه بودند. رفرم میتواند مثبت باشد یا منفی. در فارسی رفرم را اصلاح و اصلاحات ترجمه کردند که بسیار گمراه کننده است. اصلاح و اصلاحات به صلاح و مصلحت مربوط می شوند که از نظر زبانی پشت آنها پیش‌داوری نهفته است. اصلاح و اصلاحات این شک را برمی انگیزند که هدف نه بازسازی و بهتر کردن بلکه صلاح و مصلحت باشد و صلاح و مصلحت می تواند با واقعیت رفرم در تضاد باشد. ده خدا اصلاح را چنین تعریف می کند: به صلاح آوردن، به صلاح آوردن و نیکو کردن. یعنی به صلاح آوردن می تواند نیکو کردن نباشد. التیام دادن، سر و سامان دادن، سر و سامان دادن به کارها. پس خدا از اصلاح ما را به صلاح راهنمایی می کند. در تعریف صلاح می خوانی نیکی، مصلحت، و این شاهد بسیار جالب را از تاریخ بیهقی می دهد. خداوند داند که مرا در چنین کارها غرضی نیست جز صلاح هر دو جانب نگاه داشتن. به نظر من صلاح هر دو جانب نگاه داشتن یعنی ساخت و پاخت، و واژه اصلاح نمیتواند برابر مناسبی برای رفرم باشد. بدین ترتیب وقتی رفرم را اصلاح و اصلاحات ترجمه میکنیم میتوانیم به فارسی زبانان آگاه این تصور را بدهیم که گونه ای سر و همبندی در کار است. از سوی دیگر وقتی که واژه اصلاحات فارسی در زبانهای اروپایی به رفرم ترجمه می شود، اروپایی زبان ممکن است گمراه شود و در ذهنش از کاهی کوهی بسازد. البته ممکن است کسی به راستی خواهان رفرم باشد ولی نادانسته واژه اصلاح را به کار ببرد. ولی باید بداند که آگاهان حق دارند بدگمان باشند و او باید واژه مناسبتری برگزیند. ترجمه بهتر برای رفرم بازدیسی است، به معنای دوباره سازی، از نو شکل دادن. از باز که پیشوند شناخته شده است در فارسی، و دیس به معنای فرم، شکل. در فارسی داریم تندیس، مجسمه به شکل تن، دگردیسی به صورت دیگر در آمدن. در پهلوی داریم دیسیدن به معنای تشکیل دادن، ساختن. واژه های دیگر ساخته شده از دیس در ترم شناسی دانشی فارسی عبارتند از دیسش فورمیشن، دیسش ستارگان ستار فورمیشن، ترادیسیدن تو ترانسفورم، ترادیسی ترانسفورمیشن. همچنین دیسول به معنای فرمول. درباره واژه دیسول و پسوند اول در گذشته سخن گفتم، در اینجا تکرار نمی کنم. وقت ما به پایان می رسد. ما برای اینکه بهتر زندگی کنیم باید بهتر بیندیشیم. برای اینکه بهتر بیندیشیم باید زبان پرسون دقیق و شسته رفته تری داشته باشیم که در آن بگردها روشن باشند تا فارسی زبان بتواند بی ابهام آنها را بسنجد و دربارهشان تصمیم بگیرد. افسوسمندانه زبان فارسی آکنده است از این گونه واژه های ناواضح و چند پهلو و گمراه کننده. از همین روز که زبان فارسی به بازدیسی رفرم ژرف نیاز دارد.